بسم الله النور، بسم الله النور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله الذي هو مدبر الامور. سلام و عرض ادب و احترام تقدیم شما عزیزان، دوستان و محترمان فارسی زبان، عزیزان و بزرگواران در هر کجایی که هستید، در هر گوشه ای از کشور بسیار زیبای ما کشور افغانستان که هستید، یا در هر نقطه ای از جهان پهناور که هستید، آرزوی ما برای شما صحت، سلامت، جانجوری و تیاری است. انشاءالله که همیشه صحتمند و سلامت باشین به همراه خانواده محترمتان. و همچنان عزیزان و دوستان، ایام مصیبت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت شما عزیزان و دوستان تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که انشاءالله ما و شما بتانیم که از یاران حقیقی ایشان و اولاد ایشان ایمیتوار باشیم، و انشاءالله که به برکت دعای ایشان بتانیم که از پادر رکابان فرزند خلف ایشان حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه شریف باشیم انشاءالله تعالی. عزیزان و بزرگواران، یک روز چهارشنبه دیگر است و ما باز هم در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر بیانی بزرگوار هستیم. سلام علیکم خانم دکتر بیانی، بسیار خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم، من عرض سلام دارم خدمت شما مجری خوب برنامه روشنا و همینطور همه بینندگان برنامه روشنا، و ما هم عرض تسلیت دارم ایام مصیبت را. تشکر از شما خانم دکتر بیانی. خانم دکتر، بحث ما همطور که بینندگان محترم از ما هم میدانن در روزهای چهارشنبه در مورد مسئله مشورت است. من یک سوالی میخوایم از شما پرسان کنم که از شما میخوایم با توجه به همه بحث و همه گفتمانی که در روزهای چهارشنبه داریم به این سوال از ما پاسخ بدید. ما و شما میدانیم که در ماهای اخیر کشور از ما گرفتار یک سلسله تغییرات عظیم سیاسی و اقتصادی و به تبعش تغییرات اجتماعی شده که انمی تغییر من نمیفهمم بد یا خوب، بالاخره آثاری داشته، هر تغییری قطعا آثاری داره و یک عوارضی هم داره، یک عوارضی که میتونه منفی باشه، و یکی از عوارض همین تغییرات در کشور از ما عوارض منفیش است ایست که مردم احساس ناامیدی میکنن، به ویژه جوانان احساس میکنن که کاری از دست از ما بر نمیه، برای وطن، این وطن برای از ما وطن نمیشه، و سعی میکنن هر رقم که شده خود از این خاک کش کنن، بکشانن در بیرون از افغانستان، در کشورهای همسایه میرن، در کشورهای خارجی میرن و تلاش میکنن که از این کشور خارج شوند. باز یک عده هستن که دلشون نمیگرده در وطن میمونن، یک عده دیگه هستن که دلشون میسوزه میخوان که در وطن بمونن و کاری انجام بدن. من از شما میخوام با توجه به همین مباحث گذشته ما که مبحث مشوره کردن بوده و که کاملا مرتبط است به مبحث شورا و شورا که در قرآن اشاره شده، در فرهنگ اسلامی از ما وجود داره، به همین سوال پاسخ بدن. من به عنوان یک فرد که دلم به این وطن میسوزم، میخوام یک تغییر در این وطن ایجاد بکنم، یک تغییر مثبت، چه کنم؟ بله، سوال بسیار سوال مهمی است، به خاطر که فراگیری زیادی داره، یعنی افرادی که دچار این مسئله هستند بسیار بسیار زیاد هستند. وقتی در جامعه مراجعه می کنیم به افراد مختلفی که در جامعه هستند و می شنویم صدای مردم، از خود خودم می بینیم که درگیری خصوصا جوانترها با این مسئله بیشتر است. ای که چطور می تانیم این مسئله را حل کنیم؟ خب بسیار عوامل مختلف متعدد در سطوح مختلف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی وجود داره که یک تغییراتی باید رخ بده تا ای که انشاءالله همین حالت یأس و ناامیدی از بین بره، و حتی خب میتونن که روانشناسا کمک کنن. ما وارد او بحث ها نمیشیم، فقط از همین منظری که فعلا در چهارشنبه ها در خدمت شما هستیم میخواییم که یک راه حلی که مبتنی بر سنت ماست او را درباره او صحبت کنیم. ببینید، وقتی که ما در یک جمعی هستیم، در یک گروه هستیم، حتی گروه دوستانه، وقتی که همین گروه دوستانه را، من از گروه دوستانه مثال میزنم و بازی را تعمیم میتونیم بدیم به گروه های بزرگتر در یک شهر، در یک کشور و در یک مملکت که هستیم، میتونه که همین گپ از من تعمیم پیدا بکنم. وقتی در یک گروه هستیم
در یک جمع هستیم و به علتهای متعدد، مثلا اجتماعی یا طبیعی یا زیستی یا به هر علتی، سرنوشت ما در همی گروه بودن است. بله. به خاطر که ما با او گروه شاید که با دیگران شناسانده شدیم، نوع هویت گروهی پیدا کردیم. ما با این جمعی که با او هستیم، فرض کنید که جمع فامیلی هستیم، تمام از ما فامیلی یک نفر است، یعنی یک پدر کلان و یک مادر کلان داریم، تمام 100 نفر 200 نفر بیشتر کمتر منصوب به او دو نفر هستیم. بنابراین به لحاظ طبیعی یک الگه بین از ما هست، هم رابطه هست، همی که جبر است، ما با هم هستیم. حتی اگر که در یک کشور دیگه هم بریم، بازم به نام همو فامیل یاد میشیم. میخواییم بگوییم که اگر که ما در افغانستان هستیم، نحوی انتصاب به همی کشور داریم، یعنی یک هویت گروهی بین از ما است و یک وضعیتی است بله، که از این وضعیت ما هر جای دنیا که بریم خارج نماشیم. خب اگر که بخواهیم که خود خوره در این جمع ببینیم، اگر که بخواهیم که نسبت به این جمع حس خوب و مثبت داشته باشیم، او وقت این حس کی ایجاد میشه؟ وقتی که در راهی که با هم میریم خود خوره دخیل بدانیم. فرض کنید اما گروه دوستانه میخواه که یک تصمیم بگیره، یک برنامه داشته باشه، یک مسافرتی داشته باشه، کی در او سفر خوشحال است، کی در او سفر احساس تعلق داره؟ وقتی که نسبت به امون برنامه و مقدمات برنامه خود خوره دخیل بدانه. چطور دخیل میدانه؟ مثلا ممکن است که فرض کنید ما بریم از دوستان خود بپرسیم که در کجا برویم، نظر خواهی کنن و نظر بده. حتی اگر که نظر او تأمین نشود، فرض کنید همین گروه ما 50 نفر هستن و فرض کنید ما میخواییم که مثلا از کابل به هرات سفر کنیم یا نه به مزار سفر کنیم، رای گیری میکنیم ببینیم که تعداد افرادی که میخواهند به هرات برن یا که به مزار برن کدام بیشتر است، یا دلایل اونها برای مسافرت کدام دلایل بهتری است و میتونه که دیگران قانع بسازن. اگر که ما به عنوان افرادی که در داخل افغانستان هستیم یا به نحوی انتصاب به افغانستان داریم، خود خوره در همون سفری که میخواهیم اون سفر انجام بدیم، خود خوره در آینده سهیم بدانیم، دخیل بدانیم، میتونیم که حس مثبت داشته باشیم. یا حتی که خانم دکتر همونطور که شما فرمودین، ما نمیخوایم که در این سفر همراهشان باشم، ولی جبر زمانه بله. مرا وادار کرده که همراه این گروه باشم، من خواهی نخواهی عضوی از این گروه هستم، بله. تعلق به این گروه بله. دارم. اگر این گروه رشد میکنه، من هم به تبع او رشد میکنم. اگر این گروه پس میمونه، ضربه میخوره، من هم خواهی نخواهی به تبع گروه ضربه میخورم. بله. و چون اما طور که منفعت گروه شامل من میشه، مضرات او هم شامل من میشه، ما به عنوان یک انسان نسبت به سرنوشت امی گروه، امی جمع، امی کشور احساس مسئولیت میکنم، احساس دغدغه دارم. یعنی اگر قرار باشه که ما فعلا در زمستان هستیم، فرض کنید که در زمستان سال بعد شاید ما بخوایم که وضعیت ما بسیار بهتر باشه، همی بهتر بودن چطور اتفاق میفته؟ خیلی نفر در کنار از من شاید بگه که بسیار عالی، وضعیت خوب است و حتی نخواهی که ایش تغییری بکنه. مگر که من نتانم در امی ساخت آینده دخالت داشته باشم، یک رایی را در پیش میگیرم و تلاش میکنم که خود خود از این گروه جدا بسازم. که هرچند در انتصابات به کشورها ما هر کاری هم بکنیم، باز هم دلمان میتپه برای کشور ما، برای وطن ما، برای منطقه ما و نمیتونیم که آرامش داشته باشیم، حتی اگر که به لحاظ فیزیکی در داخل همون کشور نباشیم. پس حالا چه کار بکنیم؟ ما میخواییم که دخالت داشته باشیم، ما میخواییم که رأی داشته باشیم، ما میخواییم که نظر داشته باشیم. وقتی به سنت اسلامی مراجعه میکنیم، میبینیم که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میامدند و با دیگران درباره مسائل اجتماعی، درباره مسائلی که
ما به عنوان یک فرد تبعات او رو باید که تحمل بکنم. نظرخواهی میکردن، مشورت میکردن، یا به نحوی شورا داشتن. یعنی وقتی ما میگیم که مشورت و شورا، این فقط به خاطر مسائل فردی نیست، فقط به خاطر رشد یک نفر یا رشد یک انسان نیست، بلکه اتفاقا وقتی مسئله اجتماعی است، وقتی که درد جمعی است، وقتی که سرمای هوا را همه ما احساس میکنیم، یعنی تبعات منفی یک اتفاق طبیعی باشه یا ای که نه اجتماعی باشه یا اقتصادی یا هرچی، همه ما به عنوان موجوداتی که درکی از درد داریم، درکی از خوشی داریم، ما او را احساس میکنیم، برای ما اهمیت داره. و ما سنت دینی ما میگه که دخیل کنید هرچی که این دخالت افراد، دخالت که میگیم شاید یک مقدار احساس منفی ایجاد شود. ما نمیخواییم که، یعنی بود منفی قضیه مد نظر ما نیست که یک وقتی یک نفر میگه دخالت میکنیم یعنی که یک کاری که سم و سعی است میخواییم او رو خراب بسازیم. نه، وقتی ما میگیم دخالت یعنی که یک نفر بدانه که اگر رأی او رأی درست است، همچنان که گفتیم در مشورت اما اصل است، چنین فرد مطمئن باشه که رأی او در سرنوشت همین گروه مؤثر است، دیگران به او توجه میکنن و یا حتی احساس وظیفه کنه که من باید دخالت بکنم. بله بله، این خوب مرحله حتی میتونیم بگیم که بعدتری است که یک فردی که احساس مسئولیت اخلاقی داره این وظیفه را احساس میکنه. چون از من همه یک نفر سوال پرسید، گفت که خب ما که فرض کنید که وضعیت اقتصادی ما خوب است، ما که با تغییراتی که رخ داده هیچ فرقی در زندگی از ما ایجاد نشده، ما چرا باید که بتپیم یا دخالت کنیم یا حرف بزنیم؟ من با اونها گفتم که ببینید، ای که تو نمیتونی، تو به خاطری که وضعیت اقتصادی تو خوب است سرما را احساس نمی کنی، دلیل بری نمیشه که چشم ببندیم بر افرادی که امیاری در سرمای کابل در این برف زیاد و در این وضعیتی که رخ داده سوخت ندارن، یا افرادی که به جای شدن در مناطق مرکزی که همه کوهستان است، راه ها بسته شدن، این همی افراد که خانه ندارن، من نمیفهم در این سرما چی میکنن. بله، پس بنابراین احساس مسئولیت اخلاقی نسبت به دیگران چیزی است که ما باید در خود خود را تقویت کنیم. این که تقویت کنیم، ما در جلسات پیشتر هم درباره اون صحبت کردیم، و این تکراری که انجام میدیم به خاطر است که میخواییم که با توضیح بیشتر و با امو در واقع بیان بیشتر تلاش کنیم که زوایای مختلف برای ما باز شود. بله. پس اگر ما به سنت مشورت جمعی که او رسلاحن شورا، بله، از او به نام شورا یاد شده مراجعه کنیم، میبینیم که میتونیم افراد زیادی را نسبت به آینده هم حساس کنیم هم همراه کنیم. چون وقتی جامعه ما قرار است که انشاءالله رشد کنه، توسعه پیدا بکنه، به لحاظ اخلاقی خصوصا توسعه پیدا بکنه، ما نیاز داریم که از سرمایه اجتماعی که در بین ما وجود داره استفاده کنیم. این سرمایه اجتماعی تمام افرادی هستند که به افغانستان منصوب هستند، فرقی نمی کنه که در کجای دنیا باشه. تمام افرادی که می تانند که نظر خوبی داشته، تجربه کافی داشته باشند، تمام افرادی که خرد و عقل و آگاهی کافی دارند، کافی نسبت به همون مسئله دیگه، یعنی فرض کنید مسئله ما اقتصادی باشه، نسبت به همون مسئله تمام افرادی که تجربه دارن، تمام افرادی که، چون ببینید جامعه ما یک جامعه اسلامی است، بله، هم مسلمان هستن، شرط اولیه را همه دارند، بله، خدا همه نگوییم 99% این شرط دارند، و جامعه ما پر است از این سرمایه های انسانی که هم تجربه دارن و هم علم و خرد و دانش دارن. بله خانم دکتر، شما در واقع وظیفه کسایی که در حاکمیت هستند را بیان میکنند که باید دیگران را دخیل کنند، اما خب من خودم به جای چنین فردی یا چنین افرادی که میگذارم،
فکر میکنم که همین که دیگران را دخیل کنم شاید که در کار از من صدمه وارد شوه، شاید یه هدفی که من دارم کاملا مغایر باشه با چیزایی که و نصیحت ها و توصیه هایی که دیگه افراد دارن، شاید که قدمی که در دو روز میتونم که بردارم اگر که دیگران را دخیل کنم مجبور باشم اما قدم را در یک هفته بعد بردارم، همین اتفاق پیش نمیایه؟ ببینید وقتی تصمیم فردی باشه حرف شما درست است، یعنی این نفر بگه من میخوایم که فرض کنید که امی امروز از کابل به هرات برم، اگر بیه بپرسه که از همسایه از خود خو ما کی برم کی نرم یا برم یا نه، یعنی افراد دیگر و آرای دیگر را دخیل کنه و بسیار بسیار تلاش کنه که نظر تمام افرادی که در اون منطقه هستن بگیره، خب وسواس به خرج بدن، خب حرف شما درست است که کاری رو پیش نمیره، اما وقتی که یک تصمیم اجتماعی است یعنی تبعات او تصمیم و هزینه او تصمیم باید دیگران بپردازن. خب او دیگرانی که تبعات هم میپردازن اونها باید دخیل باشن، اونها باید احساس کنند که امی کاری که انجام میدن، امی سختی که میکشن به نفع اونها هم هست، به نفع جامعه اونها هم هست. و چه بسا اگر که اما فردی که یک تصمیم اجتماعی را میگیره افراد دیگر را دخیل کنه، افراد دیگر بار او را بردارند. یعنی وقتی ما میگیم که میخواییم که مشورت اتفاق بیفته، مرحله بعد از مشوره انجام مکار است. بله. و میتونه نیروهای مختلف با استعدادها، توانایی های مختلف، تخصص های مختلف و امرای از خود داشته باشند. بسیاری از افراد خصوصا افرادی که متخصص هستند، افرادی که خبره هستند، اینا را اگر که در خود تصمیم دخیل نکنیم دیگه امرای ما کار نمی کنند، چون که نظر اونها یک نظری شاید که بسیار تخصصی باشه در رو زمینه و بعدا اگر به عنوان یک فردی که میخواه کار عملیاتی انجام بده او را دعوت کنیم بسیار هم نظر خوبی داشته باشه و حتی ایرادهای بسیار زیادی در مو کار از ما بگیره. ما میگیم که اگر میخواییم یک تصمیم اجتماعی بگیره، در اون تصمیم اجتماعی به خاطر تبعات اجتماعی، به خاطر هزینه های اجتماعی، افرادی که او هزینه را میپردازن باید دخیل همراه کنیم. حتی این دخیل کردن میتونه با نفع هم فردی باشه که تصمیم اجتماعی میگیره. درست. خانم دکتر اگر اجازه بدن یک میان برنامه رو ببینیم و باز در خدمت شما باشیم. بسیار تشکر از شما. بینندگان عزیز شماره تماس مثبت 964-780-255-413 شماره است که به برنامه خود شما برنامه روشن و اختصاص داده شده و شما عزیزان میتونید که از طریق واتساپ با همکار نظمه در ارتباط شوید و اگر کدام سوال، انتقاد یا پیشنهاد دارید برای از ما روان کنید. ما بسیار بسیار خوشحال میشیم که نظرات شما عزیزان را ببینیم. یک بیننده بسیار محترم، برادر بزرگوار از ما، دکتر جلیل جاویدان که از اساتید تقاعدی و بازنشستی دانشگاه کابل هستند و فعلا در کشور جمهوری اسلامی ایران مقیم هستند، با شماره مثبت 98-937 و چهار شماره آخر 24-92 از طریق واتساپ با برنامه خودتان تماس گرفتید، از برنامه اظهار تشکری کردید و به ویژه از برنامه روشنو. ما هم از شما بیننده محترم بسیار بسیار تشکر میکنیم که همراه ما هستید، بسیار تشکر میکنیم که برنامه خودتان را نگاه میکنید و بسیار تشکر میکنیم که برای از ما پیام میگذارید. ما بسیار خوشحال میشیم که باز هم نظرات شما برادر عزیز و دیگه برادران و خواهران بزرگوار را ببینیم، قطعا سعی میکنیم که اعمال بکنیم. عزیزان یک میان برنامه را میبینیم و بسیار زود هم برمیگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما بیننده‌های محترم برنامه نجوای دل. از پیامبر بزرگ اسلام روایت هست که گفتند که هر کس بر فاطمه زهرا سلام الله علیها درود و صلوات بفرسته گناهان او آمرزیده و بخشیده می شود. پس ما
در شروع برنامه صلواتی را تقدیم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میکنیم. اللهم صل علی صدیقت فاطمه از زکیت الحبیبه. خدایا درود بفرست بر بانوی صدیقه فاطمه پاکیزه صالحه که اوست حبیبه تو و پیامبرت و مادر اولیا و برگزیدگان تو. آن بانویی است که برگزیده ای و برتری داده ای و انتخاب کرده ای او را بر زنهای جهانیان. خدایا تو داد او را از ستمگران بستان و از کسانی که حق او را سبک شمردند بازخواست نما و خونخواه خون فرزندان او باش. خدایا همچنان که او را مادر امامان هدایت و همسر صاحب لوا و بزرگوار در نزد جبرئیل مقرر داشتی، پس درود بفرست بر او. آن درود و صلواتی که روشنگردانی چشمهای ذریه او را و برسان به آنان از طرف من در این وقت بهترین تحیت و سلام را. امیدوار هستیم که لحظه لحظه زندگی ما و شما عزیزان فاطمیوار و فاطمیگونه باشم. اما قسم که بیان کردیم و گفتیم که پیامبر بزرگ اسلام اینگونه فرمودند که هر کس بر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات و درود بفرسته گناهان او آمرزیده و بخشیده میشن. پس چه خوب است که ما از این احادیث و از این روایات همیشه در زندگی خود ما استفاده کنیم و به کار ببریم. اما راستی شما عزیزان اهل حدیث کسا هستین؟ خب بله، حتما شما بیننده‌های محترم بارها و بارها حدیث کسا را چه در خانه و یا در مجالس خواندین. خب شمایی که خواندین حرفای مرا حتما تایید میکنین. جبرئیل از خداوند پرسان میکنه که اهل کسا چه کسانی هستند؟ اهل کسا چه کسانی هستند؟ و خداوند چه زیبا پاسخ میدهد، میگوید هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. خوب دقت کنین در معنی این جمله، میگه فاطمه هست و پدرش، همسرش و فرزندانش. یعنی چقدر زیبا، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها محور اول و آخر این حدیث بزرگوار هست. پس این نشان دهنده فضیلت و مقام بالای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست که در حدیث کسا فاطمه زهرا را محوریت قرار دادن و پدرش، همسرش و فرزندانش همه را به فاطمه زهرا برگشتاندن و ملقب کردن. پس بسیار زیبا هست که ما دقت کنیم و حساس باشیم در همه موارد و بفهمیم که مقام و فضیلت معصومین و فاطمه زهرا چقدر بالا هست. و این را حتما شنیدین که در زندگی و در مجالس و در خانه هایتان اگر خدای نکردم دچار گرفتاری ها، دچار هم و غم و مشکلات هستین، حتما و حتما حدیث کسا را تلاوت کنین، بخوانین و مطمئن باشین که هم و غم و گرفتاری و مشکلاتتان از خانه برطرف خواهد شد. زندگی پر از سعادتمندی را برای همه شما خواهان هستیم اگر فاطمیوار زندگی کنیم. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما عزیزان، دوستان، همراهان خوب برنامه روشنا. دوست بسیار بزرگواری با شماره مثبتی 9379 و 4 شماره آخر 2161 یک پیامی را روان کرده بودین، یک سوالی را پرسان کرده بودین. میتونید که از طریق پیوی خود پاسخ و سوال را دریافت بکنید. بینندگان عزیز و محترم، هر کدام سوالی که در مورد موضوعات برنامه داشتید، بسیار بسیار خوشحال میشیم که سوالات خودتان را از طریق شماره مثبت 9964-780-255-4013 برای از ما روان بکنید. اگر انتقادات یا پیشنهادات خودتان را هم روان بکنید در مورد برنامه خودتان، بسیار بسیار خوش میشیم. سعی میکنیم که حتما نظرات شما عزیزان و بزرگواران را در برنامه اعمال بکنیم. با ادامه بحث در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر بیانی بزرگوار هستیم. خانم دکتر، بحث ما در باره شوراست و اهمیتی که شورا داره برای که یک فعالیت اجتماعی شکل بگیره، یک فردی که در اجتماع تاثیرگذار است بتونه کار خود پیش ببره و نمی کشتی اجتماع را انشاءالله که به سر منزل مقصود برسانه، که با امید خدا انشاءالله نهایت منزل این کشتی تعالی و تکامل و کمال برای همه انسان ها باشه. از اهمیتش صحبت کردن و یک چقدر ضروری است که مسئله جدی گرفته شد و ادامه بحث را در خدمت شما هستم. بله، گفتیم که وقتی که یک نفر میخواه که یا یک گروه میخواه که تصمیمات اجتماعی بگیره، این فرد دیگران را باید دخیل کنه. از طرف مقابل افرادی که در اجتماع هستن، ما و شما که یک فرد عادی در اجتماع هستیم، باید بدانیم که امی کشتی که شما فرمودید، اگر که یک نقصه او سوراخ شوه، ما و شما هم غرق میشیم. امی کشتی میتونه که امی اقیانوس و دریا را بپیمایه به شرطی که آب داخل او نیایه. بله. اما اگر یک نقطه او سوراخ شوه و خراب شوه، تمام ما درگیر امی فاجعه و هلاک خواهیم بود. من نمیتونم خانم دکتر به عنوان یک فرد بگویم که برای این فرقی نمیکنه دیگه افراد چی میکنن چی نمیکنه، حاکم کی است و کی نیست، مسئول کی است و کی نیست. من خودم زندگی خودم میکنم، الحمدلله کار بارم خوب است، ای دولت باشه یا دولت قبلی باشه یا یک دولت بعدی بیه، امریکا باشه، شرق باشه، غرب باشه، برای از من فرق نمیکنه، من کار خود انجام میدم. و این نظر کاملا نظر اشتباه میتونه باشه بر اساس فرمودیشون. کشتی اجتماع اگر یک نفر کوچکترین خلل و سوراخ در کشتی ایجاد بکنه، من هم خواهی نخواهی غرق میشم، از آثار و عوارضش مسئول نخواهم بود. بله، و ببینید که اخلاق اجتماعی که ما بارها در باره او صحبت کردیم، شاید که امینجی خود خورا نشان میده. امی که ما خصوصا در وقتی که تحولات سریع تری باشه، امی اهمیت ای که ما خود خورا دخیل بدانیم، اهمیت این که توجه کنیم به دیگران، اهمیت این که نقش خود خورا به عنوان حتی یک فرد اما نقش خود خورا مهم بدانیم. تمام انسان ها، تمام افراد، تمام آدم ها و چی فرقی نمی کنه، زن و مرد، افرادی که متخصص هستن، می توانند که نظر از خود خود را ابراز کنند. چون یک وقتی است که بسیار خصوصا از جوانترها میگویند که کی به حرف از ما گوش میده؟ اگر ما حتی بلد هم باشیم، کی به حرف از ما گوش میده؟ ببینید، شاید وظیفه ما فعلا ابراز باشه. ما میگوییم، ما بیان میکنیم، ما اگر فرصتی باشه، خصوصا اگر که فرصت فضای مجازی را هم ما در نظر بگیریم، رأی برآمده از تخصص و رأی برآمده از تجربه را ما بیان میکنیم. برای چی؟ برای که ما هم سعادت ما، دنیای ما و همینطور اولادهای ما در گروه اتفاقاتی است که در امی کشتی جمعی رخ میده، در امی گروه رخ میده، در امی کشور و مملکت رخ میده. پس ما هم نباید که خود خورا دست کم بگیریم.
غیر از اون که من باور دارم که انسان ها میتونند که تغییرات بسیار بسیار بزرگی رقم بزنند به شرط اینکه هدف اونها یک هدف متعالی باشه و به شرط اینکه انسان خسته نشود از امو پیمودن مسیر به سمت هدف. این انسان میتونه که تغییرات بسیار زیادی را ایجاد کنه. بله خانم دکتر، شما فرمودین که جوان ها میگن که حرف ما شنیده نمیشه. باز یک تجربه شخصی من دارم که خانم دکتر، وقتی که گپ خود میگیم، نفر مقابل شاید ابراز کنه که من اهمیتی نمیدم به گپ تو، یا اینکه روی خود بگردانه، یا بگه من اصلا نشنیدم که چی گفت چی نگفت، ولی در واقع میشنوه و گپ ما بالاخره اگر حرف حق باشه اون هم انسان است. بله. و تاثیرگذار خود بود. ما یک استاد داشتیم که گاهی اوقات برای از ما صحبت میکرد، حرفایی رو تکرار میکرد، میگفتم استاد شما چرا بعضی وقتا این حرفا رو تکرار میکنید؟ امی گپ شما دو هفته قبلم زدین، چهار ماه قبلم من امیر دقیق گفته بودین. میگفت که در تذکر و تذکر دادن فواید بسیار زیاد است. گاهی اوقات انسان یک مسئله رو ممکن حتی خودش میدانه، ولی وقتی دیگری تذکر میده، دائما یادآوری میکنه، برش میگه، حساسیت موضوع رو به اون نشان میده. بله. و او بالاخره قانع میشه که کار انجام بده یا نه. بله. و فرض اولیه هم ما به عنوان یک فرد عادی و هم افرادی که به نحوی مؤثریت اجتماعی بیشتری دارن، فرض اولیه باید این باشه که همه ما انسان‌هایی هستیم که به پیشرفت مردم از خود فکر میکنیم. بله، بله. و آسایش و آسودگی و به سعادت مردم از خود فکر میکنیم، اما باید که زمینه یعنی که از آرای دیگران استفاده شوه باید به نحوی فراهم شوه، به خاطری که ببینید که اما کشتی که شما مثال زدید بسیار خوب مثالی بود. اگر که فرض کنید که چهار نفر در یک طرف کشتی باشن و کشتی را به سمت راست هدایت کنن، چهار نفر دیگه به سمت چپ هدایت کنن، اون چه اتفاقی رو خواهد داد؟ اما ممکن حرکت نکنه. ات حرکت نمی کنه. و ببینید که اگر امی چهار نفری که در سمت راست و چپ هستند اینها بیایند درباره دلایل از خود صحبت کنند و همدیگر را قانع بسازند، شاید که به یک تصمیم جمعی بهتری رسیدیم. بله. شاید به هر حال زمینه حرکت همون کشتی را فراهم کردیم. شاید که نجات ما، شاید که نه، قطعا نجات ما در این است که همراهی داشته باشیم. و این همراهی رخ نمیده مگر ای که بر طبق ادعای از خود که مسلمان هستیم، بر طبق سنت دینی از خود رفتار کنیم. وقتی که حضرت رسول در جنگ بدر، در جنگ احد و در قضاوات دیگه می آمدن و نظرات افراد مختلف می گرفتن، وقتی که حضرت رسول می بینید که حتی در فتح مکه نظرات افراد دیگر می گرفتن، مگر حضرت نمی دانستن؟ اما به خاطر که ببینید جنگ است، به خاطر که تبعات داره، به خاطر که هزینه داره، حضرت دیگران را هم دخیل می کنند، دیگران را همراه می کنند با امی نظرخواهی و به ما یاد می دن، به ما آموزش می دن که شما در جامعه وقتی یک تصمیم جمعی را می خواهید بگیرید یا نه یک تصمیم برای جمع می خواهید بگیرید، باید که رأی آنها را هم داشته باشید. و بسیار بسیار زیادند افرادی که چون رأی از خودخوره و نظر از خودخوره در تصمیمات نمی دیدند، اونها تمایل پیدا کردند که از کشور خارج شوند. و اگر ببینند، یعنی رأی خودخوره هم دخیل ببینند، رأی کارشناسانه خودخوره هم دخیل ببینند، در اون صورت چه دلیلی داره که ما سرگردان شویم؟ چه دلیلی داره که همه مهاجر در کشورهای مختلف داشته باشیم؟ و چه دلیلی داره که اینقدر انسان‌های زیادی از کشور ما رنج بکشن؟ میتونیم که ایران ما مطالبه کنیم. ببینید ما یک بحثی داریم در شورا که اهمیت داره به خاطر که از پتانسیل استفاده میکنیم. یک بحث دیگه هم داریم در اهمیت، اینکه جامعه ما جامعه پرنشاط میشه. شما ببینید که خب اگر که ما راهی پیدا کنیم که از این واگرایی که ظاهرا ایجاد شده، از همین واگرایی به همگرایی برسیم،
قطعا یک جامعه بانشاد خواهیم داشت، جامعه‌ای که اکثریت او رو جوانها تشکیل میده، جامعه‌ای که رو به رشد است، روی به آینده داره، رو به آینده است، میخواهی که آینده از خود خورا بسازه. چرا وقتی که در آینده قرار است همین جوانها زندگی کنن، چرا اونها را دخیل نکنیم؟ و اگر دخیل میکنیم چرا او رو توسعه ندیم؟ اما وقتی را که شاید ما شاید تخصص نداشته باشم، مثلا در اقتصاد، در سیاست، در فرهنگ و در امور دیگه، ولی یک جوانی که 10 سال، 15 سال عمر از خود خوره از صرف ای کرده که آموزش ببینه، صرف ای کرده که پژوهش کنه، کار انجام بده، صرف ای کرده که برای آینده یک تصویر ایجاد کنه، چرا از او کمک نگیریم؟ خانم دکتر، نظر میخوام در کلام شما، یک چند وقت پیش در اخبار آمده بود که یک نفر از این مسئولین گفته بود که او جوانا از شما میشه خدا میشه از کشور خارج نشوید، در کشور بمانید. مسئله ایست که اگر کشوری ما چنین کشوری باشه که جوان فقر اهمیت نداره، خواهم داد کرد مسئول اقتصادی اهمیت نداره، انسان امید داشته باشه که من میتونم تغییر ایجاد کنم، من هم عضوی کشور هستم، برای چی نمانه؟ اگر ممکن که یک فرد 40 ساله 50 ساله امیدش کم شوه، احساس کنه من 10 سال دیگه بیشتر زنده نیستم، 20 سال دیگه بیشتر زنده نیستم، نمیصرفه در یک کشور کاری انجام بدم، میره در یک کشور دیگه. ولی جوان روش در آینده است و احساس میکنه من سالهای سال قرار زندگی کنم، میخوای که سازندگی و آبادگری کنه. قطعا اگر چنین شرایطی باشه، من فکر نمیکنم از جوانهای کشور کسی تمایل داشته باشه که از این کشور بره. بله. و باز وقتی به سنت دینی خود خود مراجعه میکنیم، میبینیم که یک پتانسیلی داریم، یک امکانی داریم به نام مسجد. بله بله. مسجدهای ما در هر محله، در هر منطقه میتونه یک محلی باشه برای تشکیل شورا. درست. قبلا هم ما داشتیم، یعنی ما ببینید چی داره می 20 سال گذشته یا حتی قبل تر از او، وقتی که در نقل پدر کلان و مادر کلان خود توجه میکنیم، هر منطقه برای از خود خود یک مجموعه از افراد متخصص و متعهد داشتن. خب اما را گسترش بدیم، بله، و او توجه کنیم و تلاش کنیم که اولویت ما در فعالیت اجتماعی چنین چیزی باشه، همراه کردن مردم شاید که و به دست آوردن دل مردم به هر نحوی. آره، ما فعلا بحث ما مشورت و نظرخواهی و نظرسنجی است، شاید که اساتید دیگه نظرات دیگه هم داشته باشند، اما وقتی که به این سمت پیش بریم که دل همه جوانها را به دست خود خوب بگیریم، دیگه همین نیروی جوان است که کشور را به پیش میبره. بله خانم دکتر، اگر در حد 2 دقیقه نهایتا 2 دقیقه یک جنبندی بفرمایید. و باز یک مسئله دیگه که ما یک روایت هست از حضرت رسول که روایت بسیار زیبایی هم هست و متناسب هم هست با بحث ما، مایره میگم و سعی میکنم که گپ تمام کنم. حضرت میفرمایند که هرگاه زمامداران شما خودسر شوند، یعنی استبداد رأی داشته باشند، نظر دیگران را نگیرند، توانگران شما بخیل باشند. زمستان است، سرد است، برف است، توانگری، اما از کنار طفل یتیم رد میشی و به کمک نمیکن. اگر چنین شد، پس اگر زمامدار چنان شد، اگر که توانگر همچنین شد، و اگر امورتان با مشورت پیش نرفت و برگزار نشد، زیر زمین برای شما بهتر است از روی زمین. یعنی مسلمان ها اگر شما بمیرید، این روا باشه برای شما. پس بنابراین شرایطی که فعلا در افغانستان ما داریم و در منطقه از خود خود داریم، یک شرایطی است که انشاءالله گذری است. یعنی از تمام سختی هایی که بود ما تحمل کردیم و تانستیم ثابت کنیم که ما انسان نیستیم که امی سختی ها ما را از پای و در آورد، اما نسبت به تغییر امی وضعیت هر کدام از ما یک مسئولیت باید احساس کنند، از مساجد، از جایی که از مدارس، از دانشگاه ها، از محل های اجتماع مردم، از محلی که اجتماع افراد متخصص مثل دانشگاه یا اجتماع افراد با تجربه مثل مساجد، مثل مدارس هست، استفاده کنیم تا انشاءالله بهترین رأی
و بهترین عمل کرد انشاءالله داشته باشیم. انشاءالله. بسیار تشکر میکنم از شما خانم دکتر بیانی بزرگوار، بسیار استفاده کردیم. بینندگان عزیز و محترم، ما بسیار خوشحال میشیم که شما از این سوالات خودتان را روان میکنید، میپرسید. کارشناسان از ما در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستند و چه در به صورت مستقیم در تلویزیون و در برنامه سعی میکنیم به سوالات شما پاسخ بدیم و همچنین سوالاتی که یک مقدار خصوصی تر هستن حتما از طریق پیوی برای شما عزیزان پاسخ ارسال میشه. یک دوست بسیار گرانقدر هموطن عزیز ما با شماره مثبت 93-79 و 4 شماره آخر 1000 یک سوال شریف فرستادن. عزیز بزرگوار، برادر یا خواهر بزرگوار، پیوی خودتان را چک کنید، پاسخ سوال شما برای شما ارسال شده است. بینندگان عزیز و محترم، ما بسیار خوشحال شدیم که امروز هم شما عزیزان همراه ما بودید و همراه کارشناس و محترم برنامه خانم دکتر بیانی بزرگوار از حضور شما عزیزان و دوستان مرخص میشیم. یک بار دیگه هم ایام مصیبت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت شما عزیزان تسلیت میگیم. بزرگواران، در پناه خداوند مهربان باشید. صلاة الله سلام الله صلاة الله